آران عزیز خیلی خوشحالم از این افتخاری که به من دادید که با شما باشم. من برنامه نداشتم که امروز اینجا باشم به عنوان یک سخنگو، ولی خدا رو شکر خواهر نسرین یک هفته پیش، من کجای آلمان بودم الان یادم نیست، پیغام دادن که حتما برای خواهران باید بیای و کلام خدا رو اونی که در دلت هست به شراکت بذاری، و خیلی هم خوشحال شدم و داشتم روی مطلبی کار میکردم که اون مطلب رو در یک جایی خداوند وقتی اجازه میداد صحبت بکنم اون مطلب رو بازگو بکنم و درس بدم، و حس کردم که این مطلبی که الان برای شما میخوام توضیح بدم خداوند انگشتش رو گذاشت روی این. من چندین مطلب ها رو آماده میکنم از قبل که چه چیزهایی رو صحبت بکنم، و اصولا به انگلیسی مینویسم چون بعدا در کلیسا به انگلیسی موعظه میکنم در کانادا، و خداوند انگشتش رو گذاشت روی این، گفتش که این برای خانوم ها و خواهران و کلیسا آلفا و امگا یک پیامی است که برکت بده بهشون. و این پیام نه فقط برای شما خواهرانه، ولی یک زاویه بسیار زیبایی داره از این درس برای شما در وهله اول خواهران و کلن برای کلیسا. و موضوعی که من میخوام برای شما صحبت بکنم یه موضوعی است که برای خود من این اواخر باز شد. زیبایی کلام خدا در اینجاست که وقتی که ما میخونیم و از خداوند میخواهیم که با ما صحبت بکنیم، کلام باید در یک زمانی زنده بشه. ممکن امروز شما یک چیزی رو میخونید ولی 5 سال بعد در یک جایی در یک شرایط خاصی خداوند بگه حالا میخوام به تو یه چیزهایی در مورد این کلامی که خوندی باز بکنم برات. پس شاگردان کلام باشید، در کلام رشد بکنید، کلام رو غذای روز قرار بدید. و امروز میخوام در مورد یک اسمی که در کتاب مقدس خیلی عزیزه برای خداوند، و اون هم اسم هست بیت انیا. بیت انیا در عهد جدید، بیت انیا یک دهی است بیرون اورشلیم، ولی این ده و این محل و این جای یک جای خاصی رو داره. در مورد 7 نکته در مورد بیت انیا میخوام امروز برای شما نشون بدم که معنی بیت انیا از لحاظ روحانی برای ما چیست. چرا این پیام برای شماست؟ چون حالا خواهید دید که بیت انیا نمایانگر یک چیز بسیار بسیار عظیم و عمیقی است که نویسندهای عهد جدید به خصوص اسم این محل رو میارن. خیلی جای عیسی مسیح به جاهایی میره که اسمش نمیاد، ولی بیت انیا در 7 مورد خداوند تاکید میکنه، و همینطور که میبینید عدد 7 یک عدد کاملی است که کاملیت افکار خدا رو میخواد در نقشه های خودش رو نشون بده. وقتی شروع میکنیم عهد جدید رو، میبینیم که عهد جدید در روز پنتیکاست شاگردان عیسی مسیح در بالاخانه جمع شده بودند، و این بالاخانه ابتدای یک نهضت، یک جنبش، یک حرکت، یک شناخت و کار روح القدس بود. و من میخوام امروز ربط بدم اون بالاخانه رو با بیت انیا. بعضی مگه میخواید بتونید که بیت انیا معنیش چیست در عبری؟ معنیش از خانه انجیر، همونطور که بیت لحم به معنی خانه نان هستش، بیت انیا یعنی خانه انجیر. حالا براتون توضیح میدم چرا اسم این ده به خصوص بود خانه انجیر. پس با این مقدمه که بیت انیا خانه انجیر مترادف هست در عهد جدید با اون بالاخانه‌ای که در اونجا شاگردان جمع شده بودند، و در اونجا خداوند یک کار جدیدی رو در عهد جدید شروع کرد. برنامه خدا برای ما ایمانداران این هستش که اون چیزی رو که شروع کرده به اتمام برسونه، و آرزوی خداوند اینه که اون چیزی رو که از اول برای ما خواسته ما به اون هدف برسیم. خدا هیچ وقت چیزی رو شروع نمی‌کنه مگر اینکه مطمئن باشه و میدونه که اون چیزی که شروع شده باید به نتیجه خودش برسه. این یک خبر خوبیه، چون ما بعضی موقع کارهایی رو شروع می‌کنیم و نصف کاره می‌ذاریم. ما یه چیزایی رو فکر می‌کنیم و نصف کاره می‌مونه، اما خدا رو شکر حتی موقعی که ما نمی‌تونیم
کاری رو ادامه بدیم، او امینه که کار خودش رو تا به آخر انجام بده. برای همینه که در پولس میگه که امین از او که شما رو به شراکت پسر خود عیسی مسیح خوانده است. او امینه، هیچ وقت از نقشه خودش بر نمیگرده، تغییر جهت نمیده. و اون چیزی که من برداشت میکنم از این واژه بیت عنیان است که خداوند این آرزو رو داره و این هدف رو داره که همه چیز تبدیل بشه به بیت عنیا، همه چیزها به بیت عنیا تبدیل بشن. در بیت عنیا شما تمامی افکار خدا رو و نقشه خدا رو میتونید در این واژه بیت عنیا ببینید. تمام پایه و اساس ایمان ما در واژه بیت عنیا هستش و هر چی که خدا داره نظم میده و متشکل میکنه نهایتاً در سمبول خودش رو باید در بیت عنیا نشون بده و در نتیجه خداوند میخواد در سراسر دنیا در هر شهر و در هر محله بیت عنیاهایی باشن که خداوند میخواد به ما نشون بده چه معانی زیبا و عمیقی در این هستش. گفتم 7 قسمت در عهد جدید است که در مورد بیت عنیا صحبت میکنه. اولین قسمتش رو اگه به لوقا باب 10 آیه 38 برید، در اونجا میبینید که در مورد بیت عنیا چی صحبت میکنه. در انجیل لوقا باب 10 آیه 38 میگوید که و هنگامی که میرفتن از او وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت. بقیه رو بعد میخونم، ادامه خواهم داد. اولین چیزی که در این آیه میبینید، وقتی که عیسی مسیح وارد بیت عنیا شد، یک زنی به اسم مرتا میگوید که او را به خانه خود پذیرفت. و کلید این کلمه بیت عنیا از همین جا باز میکنه در رو برای فهمیدن معنی این کلمه و چطور این کلمه یک چیز بسیار بسیار عظیم و عمیقی برای زندگی من و شما. و اون کلمه پذیرفت. و این پذیرفت تمایزی ایجاد میکنه بین مردها و دیگر انسانهایی که در اون ده زندگی میکردن. مسلماً عیسی مسیح میتونست به خیلی خونه های دیگه بره، خیلی ها میتونستن دعوتش بکنن اما نکردن. اما مرتا اومد و در رو باز کرد و او رو دعوت کرد و او رو پذیرفت به خونه خودش. و این یک کلمه بسیار بسیار کلیدی است در این مسئله. اگه بیاد داشته باشی در انجیل یوحنا باب 1 آیه 11 در مورد قوم اسرائیل صحبت میکنه، یهودیان، و اونجا نویسنده با یک حالت حزن و غم‌انگیزی وضعیتی رو توصیف میکنه. در یوحنا باب 1 آیه 11 میگه که به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. خاصانش منظورش قومی بود که مال خودش بودن، از قوم خودش بودن، متعلق به خدا بودن، خدا مالکیت داشت بر این قوم. دیگه این قوم اونو نپذیرفت. اینها رو ببینید در تضادها، مردها رو میگه او رو پذیرفت، خاصانش او رو نپذیرفتن. و همینطور در لوقا باب 9 آیه 58، همون لوقایی که میخوندیم باب 10 آیه 38، یه باب قبلش رو وقتی نگاه بکنیم در لوقا باب 9 آیه 58 میگوید که عیسی به وی گفت روباهان را سوراخ هاست و مرغان هوا را آشیانه، لیکن پسر انسان را جای سرنهادن نیست. این خیلی جالبه که خدای هستی، خدای خالق، خدایی که همه چیز به واسطه او آفریده شده، حالا روی زمینی که خودش آفریده، دنیایی که خودش آفریده، برای او جایی برای سرنهادن نیستش. اختیارات تمام هستی در دستهای اوست و او میاد و برای او جایی پیدا نمیشه. او نه فقط پذیرفته نمیشه، بلکه جایی برای او هم
نیستش. برای همین که در متا باب 21 آیه 38 و 39 در یک مثلی که در مورد ملکوت صحبت میکرد، در این مثل اون خادمین اون کشتار وقتی ارباب تصمیم میگیره که پسر خودش رو بفرسته که نظارت بکنه به اون کشتار، تو خودشون صحبت میکنن و میگن که وارث رو بیاید و بکشیم، که منظورش کشته شدن عیسی مسیح. یعنی برای عیسی مسیح جایی نبود در این دنیا. و خیلی عجیبه که چطور دنیایی که خودش آفریده با چنین قاطعیت و بدون هیچ توجهی خداوند هستی رو خودشون رد میکنن. میگه حتی روباهان و پرندگان یه جای دارن که سرشون رو بذارن، اما برای من در این دنیا هیچ جایی نیست. انسان خداوند رو چنان رد کرده که هیچ جای در این دنیا، در هیچ نظام فکری، در هیچ فلسفه و در هیچ دلی خدا جایی نداره در انسان. و تنها جایی که او پذیرفته شده در این داستان میبینیم که در بیت انیا هستش، که مرتا در رو باز میکنه و میگه که بفرمایید اینجا برای شما جا هست. و این مرتا یک نمونه است از کلیسای عیسی مسیح. کلیسای من، کلیسایی که عیسی مسیح میگه این کلیسا کلیسای منه، این خونه منه. من فکر میکنم عیسی مسیح انقدر صمیمیت داشت با این خانواده که اصلا دیگه سوال نمیکرد. هر بار از شمال از جلیل میومد به طرف یهودی، میدونست که تو اورشلیم اصلا برای جایی نیست. هیچ کدوم از رهبران، هیچ کدوم از اون دوستان، هیچ کدوم از اون فریسیان، هیچ کی برای عیسی مسیح یک بار نگفت شما تشریف بیایید امشب منزل من بمونید. ممکنه دعوت کردن به ناهار، ممکنه دعوت کردن به شام، اما جایی برای او نبود. او فقط یک مهمان بود، در حالی که او میدونست کافیه فقط هدفش رو بذاره و خبر برسونه به خانواده مرتا که من دارم میام طرفای اورشلیم. و میدونست که اصلا دیگه نیازی نیست بخواد قرار قبلی بذاره، اون خونه در اختیار خودش هست و اونجا حس آرامش و اون حس استراحت رو میتونه خداوند داشته باشه. اون جای او بود، بیت انیا جای خداوند بود. در اونجا او اونجا شناخته شده بود و اونجا قبول شده بود و پذیرفته شده بود. یکی از چیزایی که کلیسا رو مشخص میکنه به عنوان یک بدنی که نسبت به خداوند زنده هست، همین پذیرش هستش. در اعمال رسول ما به دعای 41 میگه که آنها کلام را پذیرفتند. این کلمه پذیرفتن رو برید در عهد جدید به خصوص ببینید چند بار در زندگی عیسی مسیح، در تاریخ کلیسا و حتی پولس رسول در مورد پذیرش صحبت میکنه. در اعمال رسولان 2:40 میگه که آنها کلام خدا را پذیرفتن. وقتی موعظه پتروس در روز پنتیکاست تموم شد، میگه که اونها را کلام را پذیرفتن. در فیلیپی وقتی که پولس با زن ارغوان فروش، لیدیای ارغوان فروش ملاقات کرد و با او صحبت کرد و قلب این زن باز شد، میبینیم که در اعمال رسولان باب 16 آیه 14 و 15 میگوید که او رو پذیرفت و او رو به خونه خودش برد. پولس منزل لیدیای ارغوان فروش فرود اومد و اونجا وقت رو به سر برد. و میخوام به شما یک چیزی رو بگم، این پذیرش کلام و پذیرش خداوند اون جرقه ایست که کلیسا رو شروع میکنه. اگه میخواید بدونید کلیسا چیست و کلیسا کیست، اولین جرقه و اولین محکی که یک کلیسا رو واقعا کلیسا میکنه، توانایی و تمایل اون ایمانداران هستش برای پذیرش خداوند به عنوان خونه خودش بیاد و در اینجا زندگی بکنه. شما خیلیم برادر من تعریف میگرد دیروز که در مورد خانواده دارید صحبت میکنید. خب خانواده رو حالا میخواییم ترجمه بکنیم که به معنی چیست. معنی زیبا رو شنیدم که گفته شده، این هم اضافه بکنید بهش. جایی که خداوند پذیرفته میشه، اونجاست که خانواده خدا شروع میکنه به فعالیت خودش. این از یک بینش روحانی میاد، از یک شناخت میاد. وقتی که مرتا و خانواده شروع کردن شناختن که او کیست، او چه جایگاهی داره، او رو پذیرفتن و به او بالاترین مقام و جایگاه رو دادند.
بیت انیا به معنی این استش که خداوند یک جای پای رو روی کره زمین پیدا کرده، چون در دنیایی که هیچ جای برای او نیست، هیچ کس او رو نمیپذیره و خدا هیچ جایی نداره که بتونه پا بذاره و وارد عرصه انسانها بشه، وارد ابعاد این دنیا بشه، یک جا هست برای خدا، خداوند ما، که پاهاشو اونجا میذاره، اونجا حضورشه، اونجا خونشه و اون هم بیت انیا هستش. برای همینه که نیاز برای این هستش که در سراسر دنیا در همه جا بیت انیاهایی باشن که خداوند در اونجا جای پا داشته باشه. در دوم سموئیل باب 15 اگه مراجعه بکنی داستان خیلی زیبایی هست در اونجا. وقتی ابشالوم پسر داوود بر علیه پدر خودش طغیان کرد، شورش کرد، داوود مجبور شد از اونجا فرار بکنه به بیرون از اورشلیم و مدت زمانی رو بیرون از شهر بمونه تا این شورش و این نابسامانی به پایان برسه. وقتی داشت حرکت میکرد، در اون حرکتش یک عده با داوود اومدن بیرون و یکی از اونا صادوق بود که کاهن اعظم بود و صادوق کاری که کرد رفت و تابوت عهد رو با خودش برداشت و آورد بیرون که با داوود ببرد بیرون از شهر. برید داستانش رو بخونید در دوم سموئیل باب 15 این داستان این شورش و این انقلابی بود که ابشالوم پسر داوود بر علیه پدرش میخواست بکنه و صادوق که خیلی وفادار بود به داوود رفت تو معبد، تو خیمه اجتماع، معبد هنوز نبود، خیمه اجتماع، و تابوت عهد رو برداشت با خودش آورد که با داوود ببره. داوود گفت این کارو نکن. داوود در آیه 25 گفتش که این کارو نکن. وقتی میرید به آیه 25 دوم سموئیل یک لحظه باز بکنیم، دوم سموئیل باب 15 آیه 25 رو یک لحظه اونجا بریم، چون دست خیلی زیبایی در اونجا هست. باب 15 آیه 25 از آیه 24 میخونم: و اینک صادوق نیز و جمعی لاویان بابه تابوت عهد خدا را برداشتن و تابوت خدا را نهادن تا تمامی قوم از شهر بیرون آمدن. ابیاتار قربانی میگذارن و پادشاه به صادوق گفت تابوت خداوند خدا را به شهر برگردان، پس اگر در نظر خداوند التفات یابم مرا باز خواهد آورد و آن را و مسکن خود را به من نشان خواهد داد، و اگر چنین گوید که از تو راضی نیستم، اینک حاضرم هر چی در نظرش پسند آید به من عمل نماید. اینجا داوود یه حرف خیلی قشنگی رو میزنه، میگه من باید برم، زمان رفتن من الانه، ولی یه چیزی رو تو شهر بذار که من وقتی برمیگردم به یک جای غریب بر نگردم. این تابوت عهد جاییست که من میتونم برگردم و بگم اینجا خونه منه، خونه من هنوز اینجاست، یعنی من بی‌هویت نشدم، من بدون پایگاه نشدم، برای من یک پایگاهی هستش و خونه هستش که میتونم به اونجا برگردم. اونجا میگه وقتی که برگردم من یه شهری داشته باشم، یک جای داشته باشم، با وجود اینکه الان منو رد کرده، این شهر منو نمیپذیره، پسر من بر علیه من انقلاب کرده، شورش کرده، ولی من میدونم یک روزی باید برگردم و وقتی که برگردم یک جای باید داشته باشم، مثل غریبه بر نگردم. من الان زندگی خودم رو که نگاه میکنم، من الان 40 سال ایران نبودم. اگه بخوام در مثال برشان تعریف کنم، الان اگه من به ایران برگردم، من غریبه هستم، هیچ جای ندارم در ایران، نه قومی دارم، نه خیشی دارم، نه خونهی دارم، وارد تهران که بشم یک غریبه هستم. ولی داوود میگه من نمیخوام اینطوری برگردم، میخوام برگردم جایی که برای من یک جایی باشه که هنوز اون خونه است، اون جایگاهی است، اون پایگاهی است که در اونجا من بتونم برگردم به اونجا. این مشارکت و این مجتمع اون جای رو برای خداوند فراهم میکنه که خداوند در اونجا باشه. بله، خداوند با بدنش به آسمان صعود کرد، اما روحش در اینجاست. اون تابوت عهد سمبولی بود از حضور خدا در اون شهر، با وجود اینکه پادشاه دیگه نبود در اون شهر، اما حضور پادشاه و حق اقتدار پادشاه و حضور خدا در اون شهر باقی مونده بود. با وجود اینکه ما عیسی مسیح رو الان نمیبینیم، او در آسمانه، ولی با روح در اینجاست، تابوت عهد اینجاست، حضور او اینجاست، و این بیت انیاست.
این معنی و سمبولی است که در بیت انیا دیده میشه. برای همینه که خداوند میخواد در همه جای دنیا بیت انیاهای او باشند و شهادتهای باشند از اختیارات او، چون تابوت عهد اختیارات خدا رو نشون میداد در قومش. او حاکمه بر قومشه، او حاکمه بر سراسر دنیاست، ولی کجا این حاکمیت، این اقتدار دیده میشه؟ در خانه خدا. و بیت انیا خانه بود که در اونجا عیسی مسیح انتخاب کرده بود. خیلی جالبه، دو تا خونه بودن، یکی تو در اورشلیم اسمش بود خانه خدا، ولی خانه خداوند در بیت انیا بود، در اورشلیم نبود. اورشلیم فقط یک قالبی بود از یک چیزی که یک زمانی حضور خدا اونجا بود. کتاب حزقیال رو وقتی میخونید میبینید خدا در یک زمانی دیگه انقدر خسته شد از این مسئله جسمانیت و بت پرستی و انحرافات قوم اسرائیل که میگه در رویا حزقیال دید که خدا از این خونه اومد بیرون، اومد به بیرون دروازه شهر، حتی میگه خدا به عقب نگاه کرد با چه دلسوزی که من چی خواستم بسازم و چی شد نتیجهش، و حضور و جلال خدا از اون خونه اومد بیرون. خداوند وقتی در عیسی مسیح ظهور کرد دیگه نرفت در اورشلیم اونجا بخواد در اون معبد کاری رو انجام بده. برای خداوند صمیمیت و اون حس خانوادگی و اون دوستی، اون رفاقت، اون مشارکت در بیت انیا بود. در دنیایی که حق خداوند رو ازش دزدیده، امروز دنیا غصب کرده، دزدیده شیطان اون حقوقی که طبیعتاً و مسلماً مال خداونده. شما فکر میکنید چرا ما این تو این دنیا هستیم به عنوان ایمانداران و کلیسا؟ اینجا هستیم که ما شهادتی باشیم که حقوق و اختیارات خداوند مال اوست و ما ایستادیم برای اون حقوق و اختیارات. دنیایی که شیطان به واسطه این دنیا دزدیده اختیارات خداوندی عیسی مسیح رو. این دنیا مال عیسی مسیحه، این دنیا ارث عیسی مسیحه، پدر اون رو ارث داده به پسر، تمام این کائنات و هستی ارث پسر هستش، اما دزدی اومده که با همکاری با انسان این اختیارات رو دزدیده. ولی خداوند دستش کوتاه نیست، در همون موضع دشمن و منطقه دشمن شهادتی رو قرار داده. و در تمام بافت کتاب مقدس شما میبینید که قهرمانان ایمان کیا بودن؟ اونهایی بودن که در جایی که هیچ شناختی از حقوق و اختیارات خدا در روی این زمین نبود، برای اون شهادت ایستادن که اوست مالک این دنیا، اوست خداوند این هستی، و زندگی خودشون رو در تسلیم به اون خداوند تبدیل کردن به یک شهادت. او باید یک روزی برگرده و تمام این اختیارات رو به دست بگیره، ولی در حال حاضر چون هنوز در آسمان هستش، مثل داوود که از شهر اومد بیرون، فعلا بیت انیای هستش که در اونجا تابوت عهد در اصل اونجا هستش. میفهمید حالا چرا شیطان میخواد کلیسای محلی رو نابود بکنه؟ شیطان دستش به کلیسای آسمانی نمیرسه، این هم یاد بگیرید. کلیسا که در آسمان هست که با مسیح سر و بدن در اتحاد روحانی هستن، انعکاس این اتحاد روی کره زمین در هر محله یک جای عده‌ای از ایمانداران جمع شدن و اون موضع اختیارات و حاکمیت عیسی مسیح رو بنا کردن. بیت انیای باز شده، بیت انیای است که خدا در اونجا راحته. ببینید خداوند در کلیسا خیلی راحته، در هیچ جای دیگه راحت نیست. خداوند اینجاست که استراحت میکنه، اینجاست که آرامی میگیره، اینجاست که خوشنودی خدا مهیا میشه و ما با او متقابلن. و تعجب میکنید که چرا شیطان میخواد تمام اون ظهور کلیسای آسمانی رو روی زمین رو از بین ببره. چون تعجب میکنید چرا دجال وقتی بیاد میخواد هر اثری که از کلیسا و ایمان به مسیح باشه نابود بکنه. مسلماً شیطان برنامه‌اش اینه که هیچ اثری از اختیارات و حقوق خداوند روی این زمین نباشه، فقط یک پادشاه باشه، یک قیصر باشه، یک اختیارات باشه و اون هم اختیارات خودشه.
و اون اختیاراتی که غصب شده در دستای خودش نگه داره. ولی هر کاری میکنه خداوند تابوت عهد خودش رو اینجا باقی گذاشته. او از این شهر رفت، او از این منطقه رفت، فعلا در آسمان منتظر زمانی است که همونطور که داوود به صادوق گفت، گفتش که تو برگرد به شهر. خیلی جالبه، صادوق نگو با من بیا، گفت تو برگرد تو شهر، خیمه تو اون تابوتت اونجا نگه دار، من باید برم، ولی اگه اراده خدا باشه برمیگردم، که اراده خدا بود و برگشت. عیسی مسیح به من و شما میگه شما کاهنهای من هستید، شما نگاه دارنده شهادت من هستید، شما اون جایی هستید که من در روح میام اونجا استراحت میکنم. خدا در روی این کره زمین یک جای باید باشه که در روح حضورش هست و حضور او استراحت متقابل بین ما و او ایجاد میکنه. شما فکر نکنید که ما فقط استراحت میخوایم، او با ما استراحت میکنه، از استراحت ما او آرامی میگیره و ما از آرامی او آرامی میگیریم. خداوند رابطه متقابل داره با ما، فقط یک طرفه نیست، ما هم به او خوشی میدیم، ما هم او رو خوشنود میکنیم، ما هم احتمالاً وقتی که عیسی مسیح وارد اون خونه بیت عنیامی شد میگفتن و میخندیدن و شادی میکردن، چون جای خوشی بود، جایی بود که هیچ دیگه تعارفی از هم نداشتن، شفافیت بود بین اعضای این خانواده. پس اولین قدم در رابطه با بیت عنیا، مهمترین کلید بود که صحبت کردم، که یک اصل بسیار مهم رو نشون میده که کلیسا تشکیل شده و داره متشکل میشه که اون جایی باشه که عیسی مسیح برای خودش جایی رو یافته و پایگاهی شده برای خداوند. حالا نکته دوم در مورد بیت عنیا. نکته اول گفتم که در بیت عنیا، اون بیت عنیا جاییست که خداوند پذیرفته شده، جاییست که خداوند نه فقط پذیرفته شده، خداوند بهش احترام و عزت داده شده. کلیسا جاییست که کجای دنیا شما میبینید که انقدر عیسی مسیح رو ما عزت بدیم، احترام بهش بذاریم و او رو بلند بکنیم در مقام و جایگاه؟ هیچ جای دنیا چنین کاری رو نمی کنن جز در کلیسا. نکته دوم خوشنودی دل هستش. خوشنودی دل، دل خداوند باید خوشنود بشه، دل خداوند باید راضی بشه، ارضا بشه. پس حالا ادامه بدیم آیات رو، میبینیم که میگوید که مرتا در رو باز کرد، او رو پذیرفت و بعد میگوید و او رو خواهری مریم نام بود که نزد پایهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. دختری هم اونجا بود، خانمی اونجا بود که نشسته بود در زیر پاهای عیسی مسیح و داشت گوش میداد. در یونانی وقتی این رو میخونید میگه دائما داشت گوش میداد، یعنی یک بار نبود، یک لحظه نبود. اینجا هم در فارسی میگه که مریم بود که نزد پای عیسی نشسته کلام او رو میشنید. فارسی هم داره سعی میکنه این حالت رو به ما بگه که او نشسته بود و همینطور در زیر پاهای خداوند داشت گوش میداد. شنوایی دائم، شنوایی لحظه‌ای نبود، شنوایی بود که دائما نشسته بود و یک کلمه، یک حرف رو نمیخواست از دست بده. چرا؟ چون میخواست که دل خداوند رو خوشنود بکنه. دل خداوند در زمانی خوشنود میشه که اون کاری رو که مریم کرد اتفاق بیفته. برای همینه که این معنی بیت عنیا جاییست که خداوند در آزادی، خداوند در آرامی میتونه صحبت بکنه و مریمی هست که اونجا نشسته و داره صدا میده، صدای خداوند رو میشنوه وقتی خداوند صحبت میکنه. وقتی در این داستان رو من تا حالا اینجوری ندیده بودم، ولی باز شد در متا باب 21، داستان درخت انجیره. عیسی مسیح وقتی میخونیم در متا 21، بریم بخونیم متا 21. بارها من این رو خوندم، درسم دادم، ولی یک قسمتش رو ندیده بودم.
در باب 21 در از آیه 18 بامدادان چون به شهر مراجعه میکرد گرسنه شد و در کنار راه یک درخت انجیر دیده نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچی نیافت، پس آن را گفت از این به بعد میوه تو تا به ابد بر تو نشود. در آن ساعت درخت انجیر خشکید و چون شاگردانش این را دیدن متعجب شدند، گفتند چه بسیار زود درخت انجیر خشکیده شده است. عیسی در جواب ایشان گفت هر آینه به شما میگه اگه ایمان می‌داشتید و شک نمی‌نمودید و همین نه همین را بل به درخت انجیر که شد می‌کردید، بلکه هرگاه بدین کوه می‌گفتید منتقل شده به دریا افکنده شود چنین می‌شد و هر آنچه با ایمان در دعا بطلبید خواهید یافت. اینجا می‌بینیم که از کجا به کجا داره میره. اگه داستان رو بخونید از بیت انیا داره میره اورشلیم. همیشه بدونید عیسی مسیح هر موقع میومد اورشلیم تو خود اورشلیم نمیموند، میرفت تو بیت انیا که فاصله چند ساعتی میگه یک روز راه بود، یعنی یک روز تمام را اگه از صبح راه میرفتن میرسیدن به اورشلیم. همیشه بیت انیا میموند، شبا اونجا میموند، صبحا برمیگشت میرفت توی معبد. پایگاه عیسی مسیح همیشه بیت انیا بود. وسط راه میاد به درخت انجیر، میبینه که این درخت انجیر هیچ میوه‌ای نداره و اون درخت انجیر رو میاره در زیر داوری و میگوید که در از تو دیگه هیچ وقت میوه‌ای نیاد، هیچ میوه‌ای از تو رشد نکنه. درخت انجیر میدونیم که سمبولیست از اورشلیم و یهودیت. اینجا عیسی مسیح با اون درخت انجیر بیچاره کاری نداره، داره یک درس روحانی میده به ما و درسی که میخواد بده همیشه درخت انجیر سمبولی بوده از اورشلیم و یهودیت. و وقتی که عیسی مسیح اومد به قوم خودش، همونطور که در یوحنا باب 1 آیه 11 خونیم که به خاصان خود خیش آمد و او را نپذیرفتن، در اینجا هیچ ثمره‌ای در این قوم، در این باور، در این قالبی که اسمش از یهودیت نمیبینه. یهودی ها تظاهر به سبز بودن، تظاهر به میوه داشتن و ثمر داشتن رو داشتن، اما در اصل هیچی نداشتن که به خدا ارائه بدن و برای همینه که خداوند یهودیت رو میزنه بیرون، میگه نه این قابل قبول نیست، تو تا ابد میوه نخواهی داشت. البته منظور اینجا ابد وقتی به یونانی میرید در منظورش اون ابدیتی نیست که در یونانی اینجا ترجمه کنید، در عصری که خواهد آمد تو میوه نخواهی داشت، یعنی در این عصر و عصر بعد خشکید. و امروز میبینید به یهودیت نگاه میکنید در دنیا، یک باور خشک، یک قالب خشک، یک ظاهر خشکی است که هیچ میوه‌ای از خودش نداره. پس خداوند یهودیت رو گذاشت کنار. یهودیت نمیتونه به ما کمکی بکنه، چون عهد عتیق آورنده یهودیته. خداوند به ما میخواد بگه که اون نظام قدیمی، اون نظام فکری، اون شریعتی که شما روش حساب میکردید که در زندگی شما ثمر بیاره برای شما، هیچ قدرتی نداره برای ثمر آوردن. ولی وقتی شب برمیگرده به بیت انیا، گفتم اسم بیت انیا چیه؟ خانه انجیر. شما دارید درخت انجیر، شما دارید خانه انجیر. یکی رو کنار میزنه، دیگری رو میپذیره. خانه انجیر سمبولیست از یک وضعیتی که در اونجا ما تبدیل به درخت نشدیم. اینجا میخوام یک درسی رو به شما بدم. بری باید مواظب باشیم که ما بیت انیا رو تبدیل نکنیم به معبد بیت انیا. انقدر خشک و قالب نزنیم به ایمان خودمون که مثل یک درخت چوبی بشیم. خداوند میخواد ما در اون لطافت و انعطاف و زیبایی و سادگی و شفافیت بیت انیا باشیم. شما فکر کنید هر چقدر کلیسا بزرگتر بشه و برنامه ها بسازیم براش، نمیدونم اینو بکنیم اونو بکنیم، این بیت انیا میتونه حتما باشه؟ نه، باید مواظب باشیم همیشه اون حقیقت بیت انیا رو فراموش نکنیم. خداوند میخواد به خانه خودش بیاد و اون خونه همیشه براش باز باشه، حضور او احترام گذاشته بشه، پذیرفته بشه و مریمی اونجا باشه که دائما داره گوش میده. در اعمال رسولان باب 2 خیلی جالبه، وقتی که میخونی در آیه 42، اما رسولان باب 2 آیه 42
در آیه 42 میگوید که و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. اینجا وقتی میگه مواظبت می نمودن یعنی دائما خودشون رو در تسلیم این تعالیم مشارکت و دعاها قرار می دادن. اینجا وقتی میگه مواظبت می نمودن یعنی دائم داشتن دنبال اینو می گرفتن، پیگیری می کردن. امیدوارم زندگی کلیسای شما طوری نباشه که پیامای خوبی رو میشنوید و بعد میگید به 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 چه برکتی بود، چه پیام خوبی رو شنیدیم، ولی در اون پیام مواظبت نمی‌کنید. وقتی خادمین شما پیامی رو برای شما میارن، شما باید در اون کلام، در اون مکاشفه مواظبت بکنید، یعنی ادامه بدید، ادامه بدید، ادامه بدید تا این کاملا برای شما جا بیفته، جزی از سلول‌های شما بشه، حقیقت رو بگیرید. اگه قرار شما فقط بیاید جلسات کیسه یک موعظه خوب گوش بدید، اون لحظه خیلی تحت تاثیر قرار بگیرید، بگید برادر از خواهر عزیز خیلی قشنگ بود، خدا رو شکر خیلی برکت گرفتم، اون لحظه و اون آنی که شما این تجربه رو کردید کافی نیست، باید مواظبت بکنید. میگه در تعلیم رسولان مواظبت می‌کرد و این خاصیت مریم هستش، خاصیت بیت انیا هستش که در تعلیم خداوند همینطور داشت مواظبت می‌کرد. می‌دونی چرا؟ چون مریم خودش رو کاملا باخته بود به خداوند، خودش رو تسلیم خداوند کرده بود، هیچ چیزی دیگه برای مریم مهم نبود جز این که صدای خداوند رو دائم بتونه بشنوه. در کلیسا مهمترین چیز برای یک ایماندار اینه که دائم بتونه صدای خداوند رو بشنوه. کلیسا جایی نیست که شما فقط برید تابلو زده باشن، یک سری آیات گذاشته باشن و یه سری عکس گذاشته باشن و یه سری مجسمه ها و با نگاه کردن به اونا فکر بکنید که این معانی واقعی شناخت خداست. هیچ کدوم نیستن. کلیسا جاییست که صدای خدا باید در حضور پایهای او نشست و دائم مواظبت کرد که اون کلام رو بشنوید. شما چقدر دارید از خداوند میشنوید؟ یا آیا فقط منتظرید که هفته یک بار یه نفر برای شما یه چیزی رو بگه؟ یا خودتون در اون کلام مواظبت میکنید، میرید و میخونید و میخواهید و دعا میکنید پدر به من نشون بده چی میخوای گفته باشی، حرفت چیه با من، چه پیامی هست اینجا، چه معانی هست اینجا، چه شناختی من لازم دارم در زندگی خودم. و چیزی که خیلی مهمه اینه که خداوند میخواد که این مواظبت ما عملی باشه، یعنی فقط ما نشینیم یه چیزی رو بشنویم برای ما تئوری بشه، بلکه عملی بتونیم اونو در زندگی روزمره خودمون پیاده بکنیم. چون بلا فاصله بعد از این آیه 42 در اعمال رسولان که شما میخونید که در تعلیم رسولان و شکستن نان و مشارکت و دعاها مواظبت مینمودند، و بعد بلا فاصله آیه 44 میگه که و همه ایماندارا با هم میزیستند و در همه چی شریک میبودند و املاک و اموال خود را فروخته آن را به هر کسی به قدر احتیاجش تقسیم مینمودند و هر روز در هیکل به یک دل پیوسته میبودند و در خانه ها نان را پاره میکردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی میخوردند و خدا را حمد میگفتند و نزد تمام خلایق عزیز میگردیدند. این جنبه عملیشه. مریمی که زیر پایهای خداوند نشسته، کلیسایی که در تعالیم رسولان و مشارکت و دعاها و شکستن نان دائما داره خودش رو میاره و تمرین میکنه و میشنوه و میشنوه و میشنوه، کجا باید ظاهر بشه؟ در این اعمالی که شروع کردن انجام دادن. پس چند درصد ایمانداران هستن که میشنون و مواظبت میکنن که دائم بتونن بشنون و بعد این رو میارن در زندگی خودشون فردی و جمعی ترجمهش میکنن به فعالیت ها و اعمالی که در اونجا خلق اینها رو عزیز میدونه. میگه اینها واقعا انسانهای دیگه ای هستن، اینها خداوندشون یه خداوند دیگه ایه، اینها فلسفهشون یه فلسفه دیگه ایه. این کاری که مریم میکرد دقیقا همین کار بود که در اعمال رسولان شما میبینید که اصل مریم در کجاست. اینجا یک اصلی رو در بیت انیا میبینید
عملیشو در زندگی اعمال رسولان در کلیسای روز پنتیکاست میبینید. این چیزی که خداوند میخواد، این چیزی که دل خداوند رو راضی میکنه، این چیزی که دل خداوند رو خوشنود میکنه که مریم بیاد در زیر پاهاش بشینه و مریم گوش بده و مواظبت بکنه و دائما در این گوش دادن دل خداوند خوشنود باشه. و الا میدونی چی میشه؟ خداوند مایوس میشه از رفتار ما و از روحیه ما. خوشنودی دل خدا یکی از کلیدهای رابطه درست با خداوند و قوم خداست با خداوندش. نکته سوم، یه بوده سریع تر میخوام برم. نکته اول گفتیم در مورد بیت انیا پذیرش و عزت و احترام بود. نکته دوم خوشنودی دل خداونده. خداوند وقتی ما در حضور پایهای او میشنویم و مواظبت میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به زندگی عملی انفرادی و جمعی خودمون، بیت انیا داره خودش رو نشون میده. نکته سوم، خدمت ما باید اصلاح بشه، اصلاح خدمت. خب وقتی آیات رو ادامه میدیم در لوقا میگوید که چی شد؟ حالا مریم نشسته در زیر پای خداوند، اما مردها به جهت زیادتی خدمت مضطرب میبود. پس اینجا میگه که اومد و اضطراب در رو به وجود اومد و اومد با خداوند شروع کرد صحبت کردن. در یونانی وقتی این رو میخونید، مرتا طوری اومد با عیسی مسیح حرف زد که ظاهرا اگه به قول ما ایرانی ها به زبون بی زبونی میخواست به عیسی مسیح بگه تقصیر توه، تو مقصری که این خواهر من اینجا نشسته و تکون نمیخوره. تو اگه این کارو نمیکردی، تو هستی که باعث شدی که این خواهر من بی توجهی بکنه. لحنش خیلی تنده. اینجوری هم نیست که شما در فارسی میخونید که اومد و گفت ای خداوند آیا تو را باکی نیست؟ البته اینجا باکی نیست، یعنی تو اصلا حواست نیست، تو اصلا توجه نمیکنی، تو اصلا خیالت هست که چه اتفاقی داری میفته. میخواست خدا رو متهم بکنه، خداوند رو، به اینکه او مسئول این مسئله هستش که در اونجا هست. و این یه چیز رو نشون میده، اولا مرتا خیلی نفسانی داره عمل میکنه، عکس العملاش خیلی تنده. عکس العمل تند علامتی است از یک ایمانداری که هنوز نفسانیه، ایمانداری که در زیر پایه خداوند مواظبت نمیکنه، ایمانداری که فقط داری میدوه، دست و پا میزنه، فعاله اما رو چیزهای اشتباه تمرکز گذاشته. و این احتمالاً اولین باری نبود که این اتفاق افتاده بود، چون بالاخره میگه دیگه نتونست خودشو نگه داره. شاید دو سه بار قبل هم عیسی مسیح اومده بود همین کار رو مریم کرده بود، رفته بود زیر پاش نشسته بود، گفته خداوند با من صحبت کن، چی میخوای بگی، میخوام از تو بشنوم. و هر بار مضطرب شده بود که آخه من چجوری حالا از عهده این همه کار بر بیام. و بالاخره دیگه نتونست خودشو نگه داره، بالاخره این بار اومد و گفت آخه نمیشه که اینطوری، همش تقصیر خودته. هر بار میای اینجا حداقل اینقدر صمیمیت با خداوند داشت که بتونه حرفاشو بزنه. تو آیا باکی نداری؟ برات مهم نیست چه اتفاقی داره میفته؟ کلمه واژه کلیدی در اینجا این واژه است که میگوید که به جهت زیادتی خدمت، به جهت زیادتی خدمت. و بعد میگه مضطرب شد. مضطرب در یونانی در اینجا واژه‌ای است که میگه حواسش پرت شد. در یک آن باید در چندین جهت ها نگاه میکرد. حالا برم دیگو بذارم روی چراغ، حالا برم زمین رو جارو بزنم، حالا برم بشقاب و چنگالا رو بذارم اونجا، حالا اینو بکنم، حالا اونو بکنم، از این جهت به اون جهت، از این فکر به اون فکر، و یک حالت کاملا تشویش و حواس پرتی و اصلا گوشش دیگه نمیشنوه که خداوند داره چی میگه. بسیاری از فعالیت هایی که ما در زندگی میکنیم بعضی موقع در ما چنین حواس پرتی میاره که ما دیگه صدای خداوند رو نمیشنیم و اولویت ها رو در جای میذاریم که هیچ اهمیتی نداره.
در مقایسه با اون اصلی که خیلی مهمه در بیت انیا. پس خداوند باید یک اصلاحی، یک تغییری در خدمت مرتا بهش میداد. مسلماً عیسی مسیح پرخاش نکرد به مرتا، فقط گفت ای مرتا تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری، لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده که از او گرفته نخواهد شد. اینجا داره به مرتا میگه که ببین، من مخالف خدمت تو نیستم، اما این خدمت تو باید بیاری در یک جا که یک اصلاحات و تغییراتی درش داده بشه که در یک توازنی باشه که درست باشه. و اون چیزی که در کلیسا ما اکثرا میبینیم، چرا این پیامو دارم به شما میدم، چون میدم خیلی از شما در خدمت ها هستید، حالا از کوچکترین تا بزرگترین فرقی نمیکنه. خداوند میخواد که ما در این خدمت های خودمون یک توازن و یک تعادل درستی داشته باشیم که مبادا تبدیل بشیم به مردهایی که هیچ چیزی رو دیگه نمیشنوه. امروز در کلیسا دو گروه ایمانداران داریم، ایماندارانی که مثل مردها دارن فقط میدونن و کارهای انجام میدن و این خطر است که گوشاشون دیگه نتونه بشنوه، چون استراب در خدمت، میگه زیادتی خدمت استراب در اومد. من در زندگی خودم میبینم بعضی ما وقتی خیلی دیگه حواسم میره فقط به انجام یک سری خدمات، صدای خداوند رو نمیتونم بشنوم، فکر میکنم که دارم میشنوم ولی در اصل نمیشنوم، یا اون عمق اون کلام رو نمیگیرم. دادن یک لقمه غذا به خداوند خیلی زیباست و مهمه، ولی همه چیز رو باید در یک توازن درست قرار داد. چیزی که در این داستان میبینیم اینه که یک نیازی بود به یک اصلاحی که باید در اونجا میشد، جای درست سنجیده میشد، جای درست تعیین میشد و همه چیز در جای خودش عمل میکرد. در بیت انیا که خانه خداست، چیزهایی که از همه چیز مهمتره اون نیست که چقدر فعالیت داریم، چقدر برنامه ها داریم و چقدر جلسات داریم، اینا همه زیباست و خوبه، ولی مهمترین چیز در اونجا اینه که او رو بشناسیم. مریم میخواست او رو بشناسه. من نمیدونم چند وقت مریم و مرتا با مسیح آشنا شده بودن، یا آشنایی قوم و خویشی بود یا یک آشنایی دوستی بود و چند وقت بود که او رو میشناخت، ولی مریم یک چیزی رو میخواست، میخواست بیشتر و بیشتر این مرد رو بشناسه. این کیه این مرد؟ چی میخواد گفته باشه؟ و این بزرگترین اون هدفی بود که برای مریم مهم بود. نقطه چهارم، حالا بریم به متی باب 26 آیه 6 تا 13. متا باب 26 آیه 6 تا 18. و هنگامی که عیسی در بیت انیا در خانه شمعون ابرز شد، زنی با شیشه عطر گرانبها نزد آمده چون بنشست و از سر وی ریخت، اما شاگردان چون این را دیدن غضب نموده گفتند چرا این اسراف شده است، زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران فروخته و به فقرا داده شود. عیسی اینو درک کرده بهشان گفت چرا بدین زن زحمت میدهید، زیرا کار نیکو به من کرده است، زیرا که فقرا را همیشه نزد خود دارید اما مرا همیشه ندارید، و این زن این عطر را بر بدنم مالید به جهت دفن من کرده است، و هر آینه به شما میگم که هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت موعظه کرده شود، کار این زن به جهت یادگاری او مذکور خواهد شد. پس اینجا میبینیم باز بیت انیاست و بیت انیا رو محدود نکرد فقط به یک خونه. بیت انیا یک اصله، یک جاییست که خداوند در اونجا راحته. حالا خونه مرتا اون جای اصلی بود که شبا اونجا میخوابید، ولی کل بیت انیا رو نشون میده به ما یک محلی که خارج از اورشلیم، خارج از قالب‌های مذهبی یهودیت، یک جای خیلی کوچولو ولی بسیار برای خداوند دلپذیر. در اینجا می‌بینیم که در این همین ده بیت انیا یک اتفاقی می‌افته و یک زنی میاد و این عطر گرانبها رو می‌ریزه روی سر عیسی مسیح. معنی این کار در بیت انیا
نه فقط اینه که ما خداوند رو میپذیریم و او رو عزت بهش میدیم، نه فقط این هستش که ما در بیت انیا که نکته دوم بود، نکته دوم چی بود؟ او رو خوشنود میکنیم و او رو خوشحال میکنیم و او در رابطه با ما خوشنودی او جلب میشه. نه فقط نکته سوم که در اونجا در مورد چی صحبت کردیم؟ اصلاح یک خدمت، توازن و تعادل در خدمت، بلکه حالا عطر گرانبهایی ریخته میشه روی سرم که سمبولیست از ارزش خداوند برای ما، ارزش خداوند برای ما. در بیت انیا ما ارزش خداوند رو اعلان میکنیم. شما فکر میکنید وقتی که اینجا میستید، سرود میخونید و پرستش میکنید، چی رو میخواید گفته باشید؟ میخواید اعلام بکنید مثل اون عطری که در پرستش جاری میشه، اون عطری که از اون کوزه در میاد و اعلام میکنیم که خداوند برای من بالاترین ارزش رو داره. اونایی که تو مجلس نشسته بودن، من جمله شمعون ابراز که خداوند او رو شفا داده بود، من جمله دیگران، در اصل با سکوتشون و با انجام کاری، هیچ کاری انجام ندادن، میخواستن یه چیزی گفته باشن: تو ارزش نداری. بعضی موقع سکوت علامت میگن رضاست، اما بعضی موقع سکوت علامت یک توهین هم میتونه باشه. وقتی تو میتونی ارزش خداوند رو اعلان بکنی که تو ارزش داری، برای من تو عزیزترین هستی، هیچ چیزی در مقابل تو ارزش هیچ چیزی رو نداره و اون گرانبهاترین چیزی رو که داری برای خداوند میای در اونجا تقدیم میکنی. وقتی ما نمیتونیم چنین کار رو انجام بدیم، در اصل داریم میگیم که تو ارزش نداری. در بیت انیا خداوند ارزشش مشخص میشه. اونا میگفتن تو ارزش نداری، ولی او فهمید که خداوند چقدر ارزش داره براش، چقدر عزیزه براش. ارزش فوق‌العاده‌ای داشت برای این زن. حالا نمیدونیم این زن کی بود. بعضیا میگن یک فاحشه بود، بعضیا میگن مریم خودش بود چون همسایه بود با شمعون ابراز، ولی مسلماً هر کی که بود اومد و این کار عظیم رو انجام داد. و این یکی از خصوصیات بیت انیاس، یکی از خصوصیات اون بالاخانه هستش که در اونجا ارزش خداوند فهمیده میشه. در اول پتروس باب 2 آیه 7 رو میخوام با هم دیگه نگاه بکنیم. اول پتروس باب 2 آیه 7، و شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردن همان سنگ زاویه هستش. رساله اول پتروس باب 2 آیه 7 میگه که شما را که ایمان دارید اکرام است. چون آیه قبلش رو بخونید در آیه 6 میگه بنابراین در کتاب مکتوب است که اینک مینهم در صهیون سنگ زاویه برگزیده و مکرم و هر که به او ایمان آورد خجل نکند. شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارن آن سنگی که معماران رد کردن همان سنگ زاویه شد. میگه برای شمایی که ایمان دارید که او ارزش داره. وقتی که یک کلیسای خداوند رو ارزش بهش میده، اون کلیسا ارزشش بالا میره. کلیسایی که به خداوند عیسی مسیح ارزش میده، ارزش اون کلیسا میره بالا. کلیسایی که به خداوند ارزش نمیده، اون کلیسا برای خداوند ارزشش پایین میره. شما میدونستید که ایماندار و کلیسا میتونه سنجیده بشه بر اساس ارزشی که به خداوند میده و اون ارزش کلیسا رو بالا یا پایین میبره؟ ارزش ایماندار رو بالا و پایین میبره. میخواید ایمانداری باشید که ارزش شما بالا بره، باید خداوند رو ارزش بدید بهش. خداوند در زندگی شما ارزش داشته باشه. و این کلمه ارزش به معنی نیست که من فقط یه چیزی لفظی بگم. وقتی میگم که به خداوند من ارزش میدم، یعنی حاضرم بالاترین بها رو بدم برای اینکه او معرفی بشه که او خداوند هستش.
عزیزترین چیزی رو که نیاز دارم و میتونم نگه دارم پیش خودم، اون رو بذارم در حضور خداوند و باز بشه. وقتی که یک جماعتی به خداوند ارزش میدن، در اونجا کلیسا تشکیل شده. ما بعضی موقع نمیفهمیم واقعا معنی کلیسا چیست. فکر میکنیم فقط یک تشکیلاتی است که یک عده بیایم معنی صندلی بچینیم، یه صلیب بذاریم اونجا، بعد چند تا سرود بخونیم، این میشه کلیسا. خیلی ها در این فکر هستن، نمیگم شما، ولی خیلی ها در این افکار و توهمات هستن که کلیسا یک چیزی است که چند نفر میان با هم دیگه میشینن، یه نقشه میکشن، چند تا صندلی و میز میچینن و بعد میگن این کلیساست. کلیسا به معنی واقعی جایی است که خداوند پذیرفته شده، جایی است که دل خدا خوشنوده، جایی است که ما در اون خوشنودی دائما مواظبت میکنیم در شناخت او، در رابطه محبت با او، و خدمت‌های ما در اصلاحات خودشون در جایگاه درستشون قرار گرفتن و حالا در اینجا ما میتونیم ارزش خداوند رو ببریم بالا با اون قربانی که شنیدیم امروز. قربانی ما، قربانی که لب‌های ما حاکی از اون چیزیست که بالاترین ارزش رو به خداوند دادیم. ولی چیزی که جالبه اینه که وقتی این زن اومد توی این مجلس، این کوزه عطر رو نبرد اونجا بذاره روی تاخچه و یا بده دست خداوند بگه که خداوند این هدیه رو من میخوام به تو بدم. این کار رو نکرد. ما میتونیم بعضی موقع بیایم در کلیسا و لفظاً بگیم که تو ارزش داری، اما برای اینکه اون ارزش واقعاً تجربه بشه و واقعاً اعلام بشه، نیازی هستش به شکسته شدن. شکسته شدن. وقتی ما شکسته میشیم در حضور خداوند، وقتی خداوند ما رو در شرایطی در زندگی میبره که ظاهراً اون کوزه خورد میشه، اون کوزه شکسته میشه، اونجاست که عطر خوشبوی مسیح در ما شروع میکنه تراوش کردن و تمام اون منطقه رو شناخت مسیح فرا میگیره. میگه تمام اون خونه، در جای دیگه میگه که با عطر پر شد. اون خورد شدن بود و نمونهشو در زندگی پولس رسول میبینیم. شاول یا سولوس از ترسوس یک ظرف بسیار گرانبهای عطر بود، اما فایده ای نداشت برای خداوند. تا زمانی که اسمش سولوس بود، تا زمانی که او استاد الهیات یهودیت بود، تا اون زمانی که او یه آخوند یهودی بود، برای خداوند ارزشی نداشت. هیچ کاری نمیکرد، نه او خدا را ارزش میداد و نه خداوند او را ارزش میداد. وقتی که شکست خورد شد پولس در اون اولین ملاقاتش در راه دمشق و بعد از اون دائما خورد میشد پولس، نفس او میومد در زیر کنترل صلیب عیسی مسیح، اونجا بود که عطر پولس که عطر مسیح بود به تمام جاها تراوش میکرد. در دوم قرنتیا خودش میگه که ما در موکب ظفر مسیح حرکت میکنیم و عطر گرانبهای معرفت او را به همه جا میافشانیم. سرودش رو داریم. کلیسای حقیقی کلیسایی است که دائما در دست خداوند شکسته میشه. اگه شما میخواید یک دست و یک پارچه بمونید و خودتون رو صفت نگه دارید که خداوند در زندگی شما هیچ کاری نکنه، شما رو نیاره در جایی که باید اون کوزه رو بذارید در حضور خداوند و شکسته بشه، شما نمیتونید اون نماینده حقیقی افکار و احساسات و اراده خدا باشید. کلیسای حقیقی همیشه شکسته است. کلیسای حقیقی همیشه خورد شده است. چون خداوند در ظرف شکسته است که جلال خودش رو میتونه نشون بده، نه در ظرف‌های طلایی و بلورین. یه فیلمی هست از ایندیانا جونز، شاید بعضی ما تعریف کردن در موزه ها، بعضی ما تعریف میکنم. قسمت سوم ایندیانا جونز داستانی که میخوام برن دنبال اون پیاله‌ای که اون شب آخر عیسی مسیح به روایت سنت نوشید و همه دنبال اینن که این پیاله رو پیدا بکنن، چون فکر می‌کنن که این پیاله درش یک نیروی سحرآمیزی وجود داره که حیات جاودانی میده. در اون زمان آلمانی‌ها در جنگ دوم دنبالش بودن. آقای ایندیانا جونز هم از آمریکا در باستان شناسی رفته بودن اینو پیدا کنن. بالاخره میرسن به یه غاری، میگن در اینجا این پیاله در اونجاست و حالا کار ندارم با چه مشکلاتی این آقای ایندیانا جونز
از تمام موانع رد میشه، میرسه وارد اون غار میشه، میبینه یک میزی اونجا گذاشتن و شاید 100 جور پیاله اونجا چیدن، از طلایی و نقره و با جواهرات و با تزئینات و تمام اون چیزهایی که شما فکر بکنید یک پیاله بسیار با ارزش باید اون داشته باشه چیده شده بود. و اون محافظ اون میز گفت یکی از اینا رو اگه برداری بخوری، یکی از اونها پیاله مسیحه. و همون موقعی که ایندیانا جونز میخواست این انتخابو بکنه، اون آلمانی ها اومدن و بهشون گفت به ایندیانا جونز تو اجازه نداریم، ما باید، این مال ماست، ما باید این رو بگیریم. و یک خانومی که اونجا باستانشناس بود به اون سرباز آلمانی گفتش که من بهت میگم کدوم یکیه. رفت نگاه کرد و یک پیاله‌ای رو که زیباترین بود، پر از جواهرات و نگین‌ها و کندکاری‌ها و تزئینات بود، گفت این پیاله مسیح، چون او پادشاهه و پادشاه حق اینو داره که زیباترین پیاله به او داده بشه. این مردم برداشت این پیاله رو برد زد توی چشمه آب و اون رو نوشید و گفت خدا رو شکر من حالا دیگه حالت جاودانی رو به دست آوردم. چند لحظه طول نکشید که شروع کرد پوستش خشکیدن، چروک افتادن و در عرض یک دقیقه تبدیل به یک اسکلت پوسیده و مرد. وحشت تمام اونجا رو فرا گرفت. حالا ایندیانا جونز پدرش بیرون با تیر زخمی شده، باید برای پدرش از این آب حیات ببره که ایندیانا جونز به پدرش بده که پدرش نمیره. حالا میگه کدوم رو انتخاب بکنم و رفت یک کوزه، یک پیاله بسیار ساده سفالی که هیچ تزئینی نداشت، هیچ جواهری روش نبود، گفت این باید پیاله مسیح باشه، چون اون فروتن بود، پیاله فروتنی است. و برداشت و زد تو آب و خورد و بله، همون پیاله بود که پدرش رو شفا داد. چرا اینو گفتم؟ چون کلیسا باید انتخاب درست رو بکنه و ما باید همیشه در دستای خداوند مثل یک کاسه سفالی شکسته بشیم. شما خودتون نمیتونی بشکنی، ولی خداوند در جاهای در زندگی شما میاره که دیگه کاری نمیتونید بکنید جز اینکه بگید خداوند منو بشکن. برادر هایک سرود زیبایی داره، میگه بشکنی پوسته سخت من تا شوم شبیه عیسی. وقتی به خداوند ارزش میدیم، او ارزش ما رو میبره بالا. نکته پنجم، قوت قیامت. در بیت انیا ما قوت قیامت رو میبینیم و میتونید برید به انجیل یوحنا باب 11 در زنده شدن ایل آزر که میبینیم که باز بیت انیا اینجا اسمش میاد. ایل آزر، مرتا و مریم در بیت انیا زندگی میکردن و بیت انیا شد جایی که قوت قیام مسیح ظاهر شد. در این شهر یا ده بیت انیا خیلی چیزهای زیبایی رو میبینیم، اما یکی از چیزهایی که در اینجا میبینیم که خیلی لطیفه، ابراز عشق خداوند به عزیزانش. میگه ایلازار خیلی دوست داشت. یک محبت خاصی در این بیت انیا بود بین این چهار نفر، مسیح، مرتا، مریم، ایلازر. و این همینطوری درست نشده بود. 3.5 سال عیسی مسیح هر بار میمد اورشلیم یک چند روزی رو با مریم و مرتا و ایلازر وقت میگذاشت و این محبت ایجاد شده بود. میگه خیلی دوستشون داشت خداوند. در اونجا مشارکت بود بر مبنای محبت. برای همینه که وقتی عیسی مسیح در مورد ایلازر صحبت میکنه، میگه دوست من ایلازر مریضه، یا دوست من ایلازر خوابیده. نمیگه ایلازر، میگه دوست من. چه افتخاری که ما شناخته بشیم به عنوان دوستش. ما میتونیم در کلیسا فرزندان باشیم، میتونیم برادران و خواهران باشیم، ولی این واژه دوست من یه چیز خیلی زیبایی درش. وقتی خداوند منو به یاد بیاره بگه دوست من ادوین، میخوام برم دیدنش، میخوام برکتش بدم. آیا ما در چنین رابطه‌ای با خداوند هستیم که داریم باهاش این رابطه مشارکت بر مبنای محبت رو بنا میکنیم و قوی ترش میکنیم که خداوند ما رو مثل دوست خودش بدونه؟ میدونید دوست
در عهد عتیق هم یه نفر دیگه بود که اسمش بود دوست. وقتی خداوند با ابراهیم انقدر رابطه صمیمی شده بود که وقتی میخواست بره صدام و عموره رو داوری کنه، آیا اینا از دوست خودم ابراهیم پنهان بکنم؟ دوستا اصولا محرم اسرار هم هستن، محرمن، خیلی چیزها رو به هم دیگه میگن. عیسی مسیح مرتا رو دوست داشت، خواهرش رو و ایلازه رو. به این عشق رو در اینجا میبینیم، این محبت رو میبینیم و این یکی از خصوصیات بیت انیاست، یکی از خصوصیات کلیساست. چیزی که مردم رو جلب میکنه به بیت انیا و در این بیت انیا میبینیم و در کلیسا، اون محبتی است که بین عیسی مسیح و خانواده خودش هست. چیزی است که زیباست. بعضی ما شما در بعضی خانواده‌ها می‌بینید هیچ محبتی بین اعضای خانواده نیست، حس می‌کنید. ولی بعضی موقع در خانواده‌ای می‌بینید، می‌بینید که چقدر اینها نسبت به هم محبت دارن و اونجاست که جذب و مجذوب اون محبت میشید. و این علامتی بود از قوت قیام که در عیسی مسیح در اونجا باید دیده می‌شد. بیت انیا جایی است که کلیسای او داره بنا میشه و کلیسای عیسی مسیح بر اساس قوت قیام بنا میشه. کلیسا جایی است که باید قوت قیام دیده بشه، قدرت قیام باید دیده بشه. عزیزان، ما اینجا جمع شدیم، نمیخوایم فقط حرف بزنیم، باید قوت قیام در اینجا کار بکنه، در این کلیسا باید قوت قیام کار بکنه. چطور باید کار بکنه؟ ممکن است خودتون بپرسید چطور باید کار بکنه. به شما میگم چطور کار میکنه. وقتی خداوند شما رو در زندگی جاهایی میاره که دیگه هیچ امیدی برای هیچ چی نیست، اونجاست که قوت قیام کار میکنه. خداوند شما رو در جاهایی میاره که دیگه هیچ امکان و هیچ امیدی نیست، هیچ کاری دیگه نمیتونید بکنید، اونجاست که وقتی دست میکشی میگی من دیگه نمیتونم کاری بکنم، از دست من خارجه، از توان من خارجه، دیگه من نیروی ندارم براش، اونجاست که قوت قیام خدا عمل میکنه. تا زمانی که من ته فکرم میگم نه، من هنوز یه کارایی میتونم بکنم، این تلفن رو بزنم، این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، خدا میگه پس ادامه بده. وقتی به جای رسیدم که گفتم من عاجزم، من دیگه نمیتونم کاری بکنم، اونجاست که قوت قیام میاد و سر اون سنگ میسته و میگه بیا بیرون. قوت قیام در زندگی ابراهیم نمونه شه. انقدر با زنش خواستن بچه دار بشن ولی دیگه نشد، تموم شد، خشکید بدنهاشون، دیگه هیچ امیدی برای بچه دار بودن نه در ابراهیم بود و نه در سارا. ولی اون موقع که دیگه کاملا عاجز شدن و این مسئله دیگه براشون تموم شد، منتفی شد، بچه دار شدن چیه؟ من در سن 90 سالگی چطوری بتونم بچه دار بشم؟ در سن 99 سالگی و سارا در 90 سالگی، اون موقع که خودشون هیچ چی دیگه نداشتن، خداوند وارد عرصه شد و با قوت قیام رحم سارا رو بارور کرد. زندگی من و شما در زمانی میتونه بارور بشه، در زمانی میتونه ثمره داشته باشه، در زمانی میتونه برکت در اونجا باشه که من دست کشیده باشم از چیزی که من فکر میکنم میتونم انجام بدم و در نهایت ناامیدی امیدوار میشم به قوت قیام. در رومیان باب 4 میگه که ابراهیم در نهایت ناامیدی امیدوار بود. این خودش یه تضاد نیست در واژه ها، ولی واقعا ناامید بود، اصلا از لحاظ انسانی هیچ امیدی نبود، اما امیدوار بود به خدایی که قوت قیام در این خدا هست که از یک سلول مرده، از یک بدن مرده بتونی یک چیز زنده رو بسازه. در نمونه در عهد عتیق میبینیم داستان سامسون، یکی از قهرمانان عهد عتیق سامسون، یه نمونه هست در یه جایی میره لاشه شیر رو میبینه که اونجا زنبور عسل داره عسل درست میکنه. خیلی از من پرسیدن معنی این چیه لاشه شیر رو عسل؟ لاشه شیر چیز مرده است که هیچ چیزی درش نیست، اما خدا میتونه از یک چیز مرده یک چیز بسیار زیبا و لذیذی رو، خوشمزه‌ای رو برای ما تولید بکنه. از لاشه شیر عسل در میاد. خداوند در زندگی ما تک تک و جمعاً میخواد که ما رو به اونجا برسونه. اجازه بدید تندتر برم به نکته شیشم. خیلی نکات زیادتری هست که صحبت نمی کنم الان. نکته شیشم،
قوت قیام در نکته پنجمه که کلیسا باید با قدرت قیام زندگی بکنه. عزیزان، با قدرت قیام کلیسا باید حرکت بکنه. اصلا کلیسا زیربناش بر اساس شهادت اینه که او زنده است. شاگردان مسیح، رسولان چی شهادت میدادن؟ ما او رو زنده دیدیم و او زنده است و این تمام دنیای اون زمان رو منقلب کرد، انقلاب شد. ما او رو زنده دیدیم، ما شاهد زنده بودن مسیح داشتن. چی میگفتن؟ قوت قیام مسیح بر همه چیز حاکمه، بر بزرگترین دشمن انسان یعنی مرگ حاکمه. این قوت قیام نیروی محرک کلیسا باید باشه و خدا یک جور فقط بلد این قدرت رو نشون بده، ما به پایان برسیم که او بتونه کاری رو انجام بده. تا زمانی که کلیسا فکر میکنه و ایماندار فکر میکنه که من یک راههایی رو پیدا میکنم، اون راه بره و بره و بره و بعد وقتی که به نهایتا به بن‌بست خورد، خدا میگه حالا تمام کردی؟ حالا میخوای کنار بشینی من بیام وارد عرصه بشم؟ وقتی من گفتم 100% دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم. شما شهادتهایی دارید و یا شنیدید، اونهایی که رسیدن به پایان خط خودشون و خداوند اونجا تازه خط رو شروع کرده. ما بعضی موقع میخوایم خدا با ما همراه باشه در خطی که ما خودمون داریم میبریم جلو، تو هم با من بیا، خط از من، حرکت از تو. اما اینجوری نیست. خدا میگه خط تو تموم کن تا خط من شروع بشه. زندگی ایوب و زندگی پولس، من دارم یه درسای رو آماده کردم به اسم نگاهی به زندگی ایوب که در عهد عتیق کتاب ایوب، در عهد جدید دوم قرنتیان مشابهن. دو شخصیت مشابه، ایوب پولس، و هر دو پایان خط رسیدن. تا به پایان خط نمی رسیدن، خداوند نمیتونست کاری رو در زندگی اینها انجام بده. در دوم قرنتیان باب 1 پولس این رو میگه، این آیه خیلی مهمه، اینو حفظ بکنید، این جزی از آیات حفظی شما باید باشه. در دوم قرنتیان باب 1 میگوید که آیه 9، لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند. میگه بر خودمون فتوای موت داشتیم، یعنی دیگه رسیده بوده به آخر خط، دیگه هیچی نمونده بود، فقط دستور مرگ ما فقط صادر شده بود، هیچی دیگه من نداشتم دیگه. اما به یک چیز میگه که توکل کردیم، بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدا که مردگان را برمیخیزاند. نکته ششم، وقتی کلیسا با چنین فکری زندگی بکنه که همه شما یک روزی بیاد بگید که من امروز میخوام خطم رو تحویل بدم، من میخوام خب پدر من رو به پایان خط برسون، من فکر میکنم یک کاری میتونم برای تو انجام بدم، من فکر میکنم که من میتونم یک چیزهای در زندگی انجام بدم که برای خودم به نتیجه برسه، وقتی این حرف رو زدید که خیلی ها نمیزنن و هنوز رو خطای خودشون دارن حرکت میکنن، اون لحظه‌ای که شما گفتید دیگه من نمیتونم، زندگی مسیح برای من غیر قابل اجراست، نمیتونم من ایماندار باشم با خطی که خودم برای خودم درست کردم. هیچ کسی نمیتونه ایماندار مسیحی باشه اگر رو خط خودش بخواد حرکت بکنه. یه جای شکست میخورید، یه جای دیگه بالاخره کم میارید و مایوس میشید، ناامید میشید، میگه ای بابا این مسیحیتم که پدر منو در آورد، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. بله، دارید به پایان خط میرسید. خبر خوب اینه که رسیدن به پایان خط شما تازه شروع خط خداست. قوت قیام باید در شما کار بکنه. کلیسایی که با قوت قیام حرکت میکنه، هیچ کسی جلوی اون کلیسا رو نمیتونه بگیره. 12 شاگرد با قوت قیام مسیح شروع کردن ایستادن و گفتن او زنده است و ما به پایان خطمون رسیدیم. کجا رسیدن به پایان خط؟ یادتونه پایان خط شاگردان کجا بود؟ پتروس اون سه بار انکاری که کرد رسید به پایان خطش. شاگردانی که در باغ جسیمانی فرار کردن رسیدن به پایان خطشون. دیگه چیزی نداشتن. حرفی نمیدونستن به خداوند بزنه. پتروس میدونست حرفی بزنه. سه بار منو انکار کرد. اصلا تو مثل اینکه شاگرد من نبودی برای 3 سالونی. شاگردان بزدلی از این بیشتر که شما فرار بکنی. وقتی رسیدن به پایان خط، خداوند گفت یه چند وقتی صبر میکنیم، حالا ببینید قدرت قیام در شما چه کار میکنه. روز پنتیکاست شروع خط خداست. در نهایت ناامیدی، در نهایت عجز،
اومدن اینجا ایستادن، حالا روح القدس میگه من شروع میکنم و 12 نفر تمام مردم اون شهر رو و اون منطقه رو و کشور رو منقلب کردن، دگرگون کردن، چون با قوت قیام داشتن حرکت میکردن. امروز کلیسا میخواد با الهیات حرکت بکنه، امروز کلیسا میخواد با متدولوژی ها حرکت بکنه، امروز کلیسا میخواد با روش ها حرکت بکنه، امروز کلیسا میخواد با قالب ها حرکت بکنه، امروز کلیسا میخواد با فلسفه ها و با افکار و نگرش های مدرن حرکت بکنه. بالاخره یه جای کم میاره. کلیسا لازم داره که در قوت قیامت بیسته و اون رو حرکت بکنه و تنها راه ابراز اون قوت قیامت در کم آوردن و تموم شدن ماست. خطمون رو تموم بکنیم. نکته ششم، جشن پیروزی. جشن پیروزی چرا؟ نکته ششم، پنجم همین قوت قیامت بود، ششم جشن پیروزی. من داشتم هنوز 5 رو تمام میکردم. ششم جشن پیروزی، بلافاصله در باب 12 از 11 که قوت قیامه در یوحنا میریم باب 12. باب 12 جشن پیروزیه. چه موقعی کلیسا میتونه پیروزی رو جشن بگیره عزیزان؟ چه موقعی کلیسا میتونه واقعا اون پیروزی رو نمایانگر باشه؟ وقتی که قوت قیامت کاری رو کرده که هیچ انسانی قادر به انجامش نیست. الان اگه ما یه عزیزی داشته باشیم که 1 ساعت یا 1 روز فاصله با مرگ داره و خداوند با قوت قیامت بیاد این شخص رو زنده بکنه، شفا بده، آیا اون جشنی که اون روز خواهیم گرفت با جشنهای دیگه ما متفاوت نخواهد بود؟ عملا دیدیم مرگ داره کار میکنه، عملا دیدیم پایان خط رو اما خداوند معکوسش میکنه. اونجاست که جشنی که در باب 12 گرفتن یک جشنی بود که اصلا غیر قابل وصف بود. در اونجا کیا بودن؟ بریم به باب 12 یوحنا. در باب 12 یوحنا دارم به پایان میرسم، ببخشید اگه طول کشید. پس از 6 روز قبل از عید پسح عیسی به بیت انیا آمد. این 6 باریه که در مورد بیت انیا میخواییم صحبت بکنیم، جایی که لازر مرده را از مردگان برخیزانیده بود و برای او در آنجا شام حاضر کردن و مرتا خدمت میگه لازری که از مجلسیان بود. ببینید اینجا دیگه مرتا داره باز خدمت میکنه، اما هیچ انتقادی، هیچ استرابی، هیچ تشویشی از خدمت مرتا نیست. مرتا دیگه نمیاد به خدا بگه اگه تو توجه نکنی آیا باکی تو را نیست. هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون مرتا فهمیده خدمت درست چجوریه. خدمت درست توامه با اینه که مریم و مرتا همه با هم در کنار پایهای خداوند بشینن و خدمت هم بکنن. دیگه مرتا اونجا داشت خدمت میکرد، الازر نشسته بود. بعد میبینیم که مریم روتری از عطر سنبل خالص گرانبها گرفته پایهای عیسی را تدهین کرده و پایها را با موهای خود خشکانید، چنان که خانه از بوی عطر پر شد. این دومی بار یک جور عطری داره. یه بار دیدی در اون زمانی که این زن اومد در منزل شمعون ابرس، حالا مریم خودش میاد و این عطر رو میپاشد روی پای خدا. چرا عطر رو پاشید؟ پیروزی خداوند رو بر مرگ رو داره اعلان میکنه که خدای ما قوت قیام بالاخره پیروز شد و برادر ما برگشت. برای همینه که پولس رسول در اول قرنتیان وقتی این آیه رو گفتم، یه بار دیگه سریع اونجا رو باز بکنیم، اول قرنتیان باب 3 میگوید که بس دوم قرنتیان باب 3 باب 2 آیه 14، لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود میبرد و عطر معرفت خدا در هر جا به وسیله ما ظاهر میکند. اینجا عطر و ظفر با هم هست. میگه موکب ظفر و عطر معرفت. وقتی ظفر خداوند و پیروزی خداوند در قوت قیامتش، وقتی ما به پایان خط میرسیم و خداوند خط رو شروع میکنه و اون رو به نتیجه میرسونه، زندگی ما بارور میشه، زندگی ما پر میشه، زندگی ما هدف به خودش میگیره، اون موقع است که عطر پیروزی
افشانیده میشه و ما میاییم و در حضور خداوند و عطر افشانیدن در اینجا اون چیزیست که کلمه پرستش هستش. شما هر بار که میستید و میخواید پرستش کنید یک چیز رو به یاد بیارید که دارید ظفر خداوند رو عطرش رو میپاشید. دهان شما اون روتل و اون کوزه است که عطر رو میپاشه. تو خونتون وقتی پرستش میکنید اون خونه همه میاد در زیر پوشش عطر ظفر خداوند. عطر معرفت یه چیزیست و عطر معرفت با ظفر یک چیزیست و اون عطر تدهین مرگ و قیام عیسی مسیح یه چیزی است. اونجا باید شکسته بشیم، اینجا باید جشن بگیریم. زمانی هست برای شکسته شدن، زمانی هست برای جشن. فکر نکنید که برده ادوین فقط میاد اینجا منفی 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 باید بشکنید بمیرید. این یک جنبشه، این بخشی از اون تجربه باید باشه. اول میشکنیم، اول به پایین خط میرسیم، اول مرگ در ما کار میکنه، میگه فتوای موت در ما بود، ولی وقتی خدا بر میگردونه زندگی ما رو، چون اعتماد به خودمون دیگه نمی کنیم، من نمیتونم، من اصلا هیچی ندارم که بخوام بهش اعتماد بکنم، و خدا میاد و در اونجا خط رو میگیره و پیروزی رو در زندگی من میاره، علارغم این که غیر ممکنه محال چیزی بشه. خدای غیر ممکن هاست، او خدای ممکن ها نیست، خدای غیر ممکن هاست. در اونجا ظفر خداوند وقتی دیده میشه، اون موقع است که من باید عطر معرفت و عطر اون پرستشی که تمام اونجا رو خوشبو میکنه پخش بکنم. پرستش، پیروزی، در جشن پیروزی در اصل معنیش پرستشه. وقتی یک ایماندار و یک کلیسا پرستش میکنه با این معنی، اونجاست که میگه تمام خونه با عطر کنش. اما یادتون نره شیطان اونجا نشسته، جایی که ظفر خداوند میخواد اعلان بشه شیطانم بیکار نیست. یهودا عسخریوتی اونجا نشسته. آیه بعدش میگه که یهودا عسخریوتی پسر شمعون که تسلیم کننده بود گفت برای چه این عطر 300 دینار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟ حالا شیطان میاد و شروع میکنه حرف زدن. حواستون باشه، همیشه در ظفر، همیشه در پیروزی دشمن کمین کرده که بخواد اختلال بیاره. حواسمون باشه. حالا در مورد این زیاد نمیخوام دیگه صحبت بکنم. گفتم مرتا خدمتش درست شده، دیگه مشکلی در خدمت مرتا نیست. و سه شخصیت رو در اینجا میبینیم در این جشن: مرتا، مریم، ایلازر. هر کدوم از اینها سمبولی هستند از یک اصل و عنصر حیاتی کلیسا. اگه من قراره کلیسا رو خلاصه بکنم در سه واژه، در اینجا میخوام برای شما تموم بکنم. نکته هفتم رو خیلی سریع خواهم گفت. کلیسا تشکیل شده از مریم، مرتا، ایلازر. مرتا خدمت، مریم پرستش، ایلازر قوت قیام. یک کلیسا باید هر سه اینها رو با خودش در اون جمع خودش داشته باشه. قوت قیام کار بکنه، پرستش اون قوت قیام رو انتشار بده، و خدمت اون کاری رو که خداوند میخواد انجام بده. بیت انیا اینه، جاییست که قوت قیام، خدمت و پرستش با هم حالا جمع شدن. هر کدوم از اینها باید تجربه خودشون رو داشتن. خدمت باید اصلاح میشد، پرستش باید به معنی اصلی خودش میرسید. فقط کافی نبود مریم گوش بده، فقط کافی نبود، حالا مریم میاد کاری رو میکنه که اون گوش دادنهایی که هفته ها و روزها گوش داده بود، حالا خودش رو نشون میده در شکستن این عطر گرانبها و پخش کردنش. کلام خدا رو وقتی ما میشنویم زیر پای خداوند نشستیم، مواظبت میکنیم، حالا کجا من باید این کلام رو بگم که کار میکنه در من؟ کار کرده، پرستش. و ایلازری که مریضه، ناتوانه،
به پایان خط خودش رسیده بود ایلازر. اونجاست که خداوند در شروع یک کار درست از خودش قوت قیامت خودش رو نشون میده. نکته آخر در لوقا باب 24 50 و تا 52 رو میخونم و فکر میکنم دیگه حرفی دیگه نداشته باشم. 24 لوقا 24 آیه 50 تا 52 آخرین آیه انجیل لوقاست. پس ایشان را بیرون آورده از شهر تا بیت انیا برد. خیلی جالبه. کجا بود عیسی مسیح با شاگردانش؟ احتمالاً در اورشلیم. کجا آوردشون؟ برگردونشون به بیت انیا. اونجاست که من آخرین حرفامو باید به شما بزنم. آنها را به بیت انیا برد و دستای خود را بلند کرده ایشان را برکت داد و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان از ایشان جدا گشته به سوی آسمان برده شد. اینجا دو چیز رو میبینید عزیزان. همین الان خودم دیدم، نایده بودم. وقتی خودم میخوام از چیزها رو همون لحظه میبینم. دو چیز رو، بیرون بالا، بیرون بالا. میگه اونها رو از شهر برد بیرون به بیت انیا. پس برای اینکه ما واقعا اون کلیسای برگزیده و بیت انیای باشیم که در اونجا قوت قیام، پرستش خدا مثل عطری و اون خدمت درست عمل میکنه، باید بیایم بیرون. از کجا بیایم بیرون؟ از افکار، قالب‌ها، نظام‌ها، فلسفه‌ها، گرایش‌هایی که در اورشلیم هستش. مذهبی گرایی، شریعت گرایی، قالب سازی ها، فرمول نوشتن های زندگی ایمانی. کلیسا با فرمول اداره نمیشه، کلیسا با روح اداره میشه. اساسنامه کلیسا فقط برای دولت خوبه که بدون ما هستیم، ولی بیشتر از اون روح باید باشه که هدایت بکنه. و میگه که اونها رو آورد بیرون و اونها رو برکت داد و به آسمان صعود کرد. این بیت انیاست، این کلیساست، جایی که خداوند ما رو میاره بیرون در یک جای اختصاصی، صمیمی، خصوصی. در اورشلیم نرفت بالا که همه ببیننش. تجربه ما با خداوند یک جای خیلی خاص و خصوصی است و در اونجا به بالا برده شد و برکت به همه اعلان شد. جاییست که بیت انیا، خداوند حرکت در بالا ما رو در جاهای آسمانی میبره و در اونجا برکت‌های خودش رو به ما میده، که بیت انیا نمونه است از اورشلیم آسمانی. ممنون از این وقتی که من دادید. ببخشید اگه طول کشید. این اولین باره که این موعظه رو کردم. به قول شما تنور تازه پخته بودیم به شما دادیم. امیدوارم که این پیام رو برکت بده.